با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. سلام خدا بر روح مطهر امام بزرگوار ما. امام بزرگوار پرچم برافراشته رسالت‌های الهی بود در عصر جاهلیت مسلح قرن‌های اخیر. خواهش می‌کنم برادران و خواهران عزیز شعار ندن و سکوت رو رعایت کنن که بتوانیم از وقت حد اکثر استفاده رو بکنیم انشاءالله. 30 سال است که این جلسه با شکوه و مبارک تشکیل می شود. موضوع بحث در این جلسه در همه این سالها عمدتاً امام بزرگوار بوده است. صحبتی که بیشتر وقت این جلسه رو به خود مشغول کرده است درباره امام بزرگوار و عزیز ماست. به نظر من نسل‌های جدید این کشور به آشنایی بیشتر با امام بزرگوار نیازمندند. ما قدیمی ها هم همینجور، همه ما نیازمند این هستیم که با ابعاد این شخصیت چند بعدی
و با عظمت بیشتر آشنا بشه. این در پیشرفت ما، در ادامه راه ما به ما کمک خواهد کرد. امروز هم من چند نکته درباره امام بزرگوار عرض خواهم کرد. یک مطلبی هم درباره خودمون و درسی که باید بگیریم و کاری که باید انجام بدیم. اما درباره امام بزرگوار اولین نکته این است که امام از سرآمدان تاریخ ماست، نه فقط از سرآمدان روزگار ما. سرآمدان کسانی هستند که در هر رشته‌ای، در هر بخشی از بخش‌های معارفی و عملی انسان‌ها دارای عظمتند. در میان بزرگان و اشخاص با عظمت بعضی‌ها یک سر و گردن، از دیگران برترند. به اینها میگیم سرآمد. در هر روزگاری سرآمدانی وجود دارند، لکن بعضی ها مخصوص روزگار خودشون نیستند، سرآمد تاریخند. سرآمدان رو نمیشود از حافظه تاریخ حذف کرد. این نکته مهم مورد توجه ما اینه. سرآمدان را نمیشود حذف کرد، نمیشود تحریف کرد. سرآمدان نه اینکه تبلیغات مخالفین نتوانه چهره های اینها رو بد معرفی کنه. چرا؟ رسانه های تبلیغاتی که روز به روز هم مدرنتر می شوند، امروزی تر می شوند، مجهزتر می شوند، می توانند شب رو روز و روز رو شب معرفی کنند. می توانند درباره چهره های برجسته و منور هم دروغ پردازی کنند، اما این کف روی آب است. این فاما الزبد و فیذهب جفاء است. خورشید زیر ابر باقی نمیمانه. ابن سینا و شیخ طوسی بعد از 1000 سال از دوران خودشون امروز میتوانن خودشون رو معرفی کنن با صدای رسا. شخصیت اونها رو نمیشود محو کرد، نمیشود از حافظه تاریخ زدود، نمیشود هم تحریف کرد. امام بزرگوار ما ابعاد شخصیتش از ابن سینا و شیخ طوسی وسیع‌تر است، متنوع‌تر است. خصوصیاتی که در تشکیل شخصیت امام بزرگوار دخالت دارند به مراتب بیشتر است از خصوصیاتی که در شخصیت اون گونه برجسته ها و سرآمد ها حضور دارند. امام یک سرآمد همه جانبه است.
هم در دانش‌های دینی سرامت است. در فقه، در فلسفه، در عرفان نظری امام سرامده، هم در ایمان و تقوا و رفتارهای پرهیزگارانه سرامت است، هم در استحکام شخصیت و قوت اراده سرامد است، هم در قیام لله و سیاست ورزی انقلابی و ایجاد تحول در نظام بشری سرامد است، یگانه است. این خصوصیات در هیچ کدام از سرامدان تاریخ ما با هم جمع نشده است. در امام بزرگوار این خصوصیات با هم دیگه جمع است. نتیجه این که این امام بزرگوار را نمی شود، هیچ کس نمی تواند از حافظه تاریخ محو کند، نه امروز و نه در قرنهای آینده، و نمی تواند شخصیت او را تحریف کند. چند سباهی ممکنه دروغ پردازی بشه، تحریف شخصیت بشه، اما در نهایت چهره درخشان امام خود رو با صدای رسا به همه معرفی میکنه. این خورشید رو پشت ابر نمیشود نگه داشت. این نکته اول. نکته بعد این است که امام بزرگوار ما سه عمل عظیم و بزرگ و تاریخی انجام داد، سه تحول بزرگ به وجود آورد. یکی در مورد در سطح کشور ایران، یکی در سطح امت اسلامی و یکی در سطح جهان. این سه تحول هیچ کدام سابقه ندارد، شاید در آینده هم شبیه اینها و نظیر اینها رو نتوانه انسان پیش بینی کنه که به وجود بیاد. این مخصوص امام بزرگوار بود. اما تحول در سطح کشور این بود که انقلاب اسلامی را در این کشور به وجود آورد. انقلاب را مردم انجام دادند، اما امام به وجود آورد. این انقلاب یک ساخت سیاسی سلطنتی رو در هم شکست و مردم سالاری رو جایگزین اون کرد. این انقلاب یک نظام دست نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها رو از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متکی به عزت ملی را جایگزین اون کرد. این نظام یک حکومت ضد اسلام را از میدان خارج کرد، به جای اون یک حکومت اسلامی پایه‌گذاری کرد و بنا نهاد. این انقلاب استبداد را با آزادی، بی هویتی روزافزون این ملت را به هویت ملی، به اعتماد به نفس
تبدیل کرد. این انقلاب یک ملت چشم دوخته به دست اجانب را به نیروی ما میتوانیم مجهز کرد. اینها معجزه های این انقلاب عظیمی است، این تحول بزرگی است که امام بزرگوار در سطح کشور به وجود آورد. این ما میتوانیم که گفتم کلید حل همه مشکلاته. ما مشکلات داشتیم و داریم و خواهیم داشت، اما اون چیزی که میتواند این مشکلات رو برطرف کند و مشکلات گذشته رو برطرف کرده و در آینده هم علاج مشکلات ماست، همین روحیه و نیروی ما میتوانیمه که انقلاب امام بزرگوار در این کشور این روحیه رو به وجود آورد. اما اونچه که در سطح امت اسلامی روی داد، تحول در سطح امت، جریان بیداری اسلامی رو امام به راه انداخت. دوره انفعال و بی تحرکی در دنیای اسلام با حرکت امام به سمت ضعف و نابودی حرکت کرد. امروز امت اسلامی نسبت به دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران قبل از امام، امروز امت اسلامی پرتحرکتر، فعالتر، آماده تر، سرزنده تر هست، اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه. مسئله فلسطین پس از اون که به خیال صهیونیست‌ها و پشتیبانانشون یک مسئله تمام شده به حساب بیامد و دیگه بنا نبود فلسطینی مطرح بشود، با حرکت امام و تحول امام در سطح امت اسلامی به مسئله اول جهان اسلام تبدیل شد. امروز مسئله فلسطین مسئله اول جهان اسلام محسوب می شود. فلسطین امروز در کانون توجه ملت‌های مسلمانه، تنین صدای رهبران فلسطینی از فراز سفارت رژیم صهیونیستی در تهران در اول انقلاب دنیا رو تکان داد، به لرزه در آورد. همه فهمیدن که دوران جدیدی در زمینه فلسطین آغاز شده است. در کالبد افسرده ملت فلسطین جان دمید و امروز شما میبینید که ملت فلسطین حضور خودش رو با قوت و قدرت اثبات میکند، سخن خودش رو به دنیا میرسانه. روز قدس نه فقط در ایران یا در تهران، در پایتخت‌های جهان غیر مسلمان حتی مردم از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنند و دفاع می‌کنند. این هم تحول در سطح امت. تحول سوم، تحول در سطح جهان است. امام
فضای معنویت و توجه معنوی رو در دنیا زنده کرد، حتی در کشورهای غیر مسلمان. معنویت در زیر لگدکوبی سیاست‌های مادیگری و ضد معنوی از بین رفته بود. واکنش مردم در مقابل تهاجم دستگاه‌های صهیونیستی و استکباری برای ترویج ماده‌گرایی واکنش منفعلانه ای بود. معنویت از یادها رفته بود. حرکت امام بزرگوار رنگ معنوی رو در دنیا دوباره زنده کرد. البته این نکته آخری با واکنش شدید همون مراکز قدرت مواجه شده و امروز با انگیزه بیشتر تهاجم به معنویت رو در سطح دنیا و هر جا که بتوانند با شیوه های مخصوص خود دارن پیش میبرند. بعضی از شیوه های اونها اونقدر مفتزه هست که انسان از اسم بردنش خجالت بکشه. این هم نکته دوم در مورد امام. پس نکته اول عبارت بود از این که امام رو نمیشود از حافظه تاریخ محو کرد. امام زنده است. امام فریاد امام، سخن رسای امام خاموش نشدنی است. نکته دوم این که امام با همون شخصیت مهم و سرآمدی خود این سه تحول بزرگ رو به وجود آورد. نکته بعد نکته مهم نیست. اون نکته این است که ما سوال میکنیم از خودمون که امام این کار بزرگ را، این کارهای بزرگ را به پشتیبانی و کمک کدام عامل سخت افزاری یا نرم افزاری انجام داد؟ اون عاملی که توانست به امام کمک کنه و امام رو در این میدان پیش ببره و او احساس خستگی نکنه و بتوانه این کارهای بزرگ رو انجام بده، این کوههای بزرگ موانع رو از سر راه برداره، اون عامل چی بود؟ امام عامل کمک کننده سخت افزاری نداشت. امام نه پول داشت، نه ابزار تبلیغی داشت، نه رادیو داشت، نه خبرگزاری داشت، نه هیچ کدام از سیاست‌های دنیا از او حمایت می‌کردند و کمک می‌کردند. عامل سخت افزاری امام یک صفحه کاغذ بود که بیانیه در او بنویسه، یه تیکه نوار بود که صدای او رو ضبط کنه به گوش این و اون برسونه. عامل سخت افزاری، کمککار سخت افزاری نداشت. عامل نرم افزاری امام چه بود؟ این مهمه. هرچی بود در کمک عامل نرم افزاری امام بود. این عامل نرم افزاری رو میتوان با بیانهای مختلف بیان کرد. من امروز دو عنوان رو، دو تعبیر رو از این عامل کمک کننده به امام انتخاب کردم. اینها رو میخوام مطرح کنم. اون دو عامل عبارت است از ایمان و امید. اون چیزی که امام رو در این راه پیش برد
او را قادر کرد که این تحول‌های عظیم را در سطح کشور، در سطح امت، در سطح جهان برای طول تاریخ به وجود بیاورد، عبارت بود از ایمان او و امید او. ایمان و امید. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در پاریس یه ملاقاتی با امام کرده بود. شهید مطهری خودش کوه ایمان بود، کوه ایمان بود. او در مقابل ایمان امام اظهار حیرت و شگفتی می کرد. ایشون بعد از برگشتن گفت من 4 ایمان در امام مشاهده کردم. یکی ایمان به هدف، هدف یعنی اسلام، هدف امام اسلام بود. یکی ایمان به راه، راهی که در پیش گرفته است، راه امام راه مبارزه بود. یکی ایمان به مردم، به مؤمنین، یعنی همون چیزی که خداوند متعال درباره پیغمبر می‌فرماید یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، که حالا من بعد چند جمله عرض خواهم کرد در این باره. و 4 از همه بالاتر ایمان به رب، ایمان به خدا، اعتماد به خدا. من درباره این ایمان 4 که این ایمان به خدا یه توضیحی بدم. وقتی که ایمان به خدا رو در مسائل عینی، در مسئله مبارزه با استکبار ما مطرح میکنیم، معنای ویژه‌ای دارد. ایمان به خدا در این مقام به معنای ایمان به وعده های الهی است. خدای متعال وعده هایی داده است در قرآن که این وعده ها تخلف ناپذیر است. وعده داده است ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. وعده داده است که ولینصرن الله من ینصره. وعده داده است که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. وعده داده است که و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اگر خدا رو نصرت کنید، خدا به شما ثبات قدم خواهد داد و شما رو نصرت خواهد کرد. اونچه که به سود مردم است، این مندگار است، مندنی است و کفهای روی آب رفتنی است. و ناحق و باطل همون کف روی آب است و حق، یعنی حقیقت اسلام، عبارت است از اونچه که خواهد موند. اینا وعده های الهی است. ان الله لا یخلف المیعاد. خدا وعده های خودش رو تخلف نخواهد کرد. ایمان به الله، ایمان به رب که شهید مطهری از قول امام نقل میکنه، معناش اینه، یعنی به وعده های الهی ایمان دارد، اعتقاد دارد. این کجا؟ اینی که کسی وارد یک راهی بشه بگه بریم ببینیم حالا چی میشه، این کجا؟ اعتماد به وعده الهی است که گام مستحکم امام رو در این راه به حرکت در می آورد. اسلام یکی از اون 4 ایمانی است که از قول امام نقل شده است. ایمان به اسلام. امام رضوان الله علیه
این اسلام رو در بیانات متعدد خودش معرفی کرده است. این اسلام نه اسلام سرمایه‌داری است، نه اسلام التقاطی روشن فکر نماهای بی اطلاع و بی خبر. امام در فهم اسلام و تبیین اسلام نه این نظرات سست رو به اصطلاح روشن فکرانه رو قبول میکنه، نظراتی که تشرع اسلامی رو قبول ندارن، فقه اسلامی رو قبول ندارن، ادعای اسلام هم میکنن، اینا رو امام قاطعا رد میکنه. و نه اسلام افراد متحجر که توانایی این رو ندارن که یک استنباط نو از متون اسلامی رو بفهمن و تقبل کنن و قبول کنن و به اون باور داشته باشن. هیچ کدوم اینا رو امام نمیگه. امام اسلام کتاب و سنت با اجتهاد متقن و فهم درست از اسلام، این اسلام امام بزرگواره. اسلام افراد متحجری که اسم اسلام رو میارن، درس اسلام رو ممکنه زمزمه هم بکنن، اما اسلامی را که بیشتر احکامش مربوط به زندگی اجتماعی و حکومت و سیاست اون رو قبول ندارن، مسئولیتی رو در امور سیاست و امور اجتماعی ترویج میکنن، این رو امام قبول نداره. این هم اسلام. ایمان به مردم، یؤمن للمؤمنین رو که در آیه کریمه قرآن هست، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، ممکنه بعضی جور دیگری معنا کنن. معنای درست یؤمن للمؤمنین همون یؤمن بالمؤمنین است. ایمان در استعمالات قرآن کریم با لام متعدی شده و آمن له لوط مثلا، یؤمن للمؤمنین یعنی اعتماد به مردم، اعتقاد به مردم. در طول این سالها مکرر افرادی پیش امام اظهار نگرانی می‌کردند که ممکنه مردم تاب نیارند و نتوانند این راه دشوار و سنگین رو با گام‌های امام طی کنند. امام می‌فرمود نه، من مردم رو بیشتر از شما، بهتر از شما می‌شناسم و حق با او بود. می‌دانست که مردم اگر تشخیص بدن که این راه راه خداست، همه مشکلات رو در این راه تحمل میکنن. خانواده های شهید داده این فهم امام رو تصدیق کردن. جوانهای فداکار در طول این سالهای متمادی این برداشت امام رو تأیید کردن. اجتماعات عظیم ملت ایران در بزرگداشت دین و مسائل دینی و مباحث انقلابی این برداشت امام رو تأیید کرد. امام به مردم اعتماد داشت، هم به عمل مردم، به انگیزه های مردم، هم به رأی مردم. جمهوری اسلامی، این مردم سالاری در جمهوری اسلامی
کلمه جمهوری ناشی از همین اعتماد امام بزرگوار به مردم بود. بعضی ها با برداشت های غلط خودشون این حرکت امام رو جور دیگری فهمیدن، جور دیگری بیان کردن، اینجور وانمود کردن که امام کلمه جمهوری رو از روی رودربایستی گفت. امام آدمی که رودربایستی گیر کنه نبود. امام کسی نبود که به خاطر خوش آمد این و آن حرفی بزنه، اعتقادش بود. لذا مردم سالاری رو مطرح کرد. امام در اواخر عمرشون تصریح کردن که به اون رئیس جمهور اول رأی نداده بود. میگفتن رأی داده. امام تصریح کردن که من رأی ندادم به فلان کس. اما همون رئیس جمهوری رو که امام خودش او رو قبول نداشت و رأی نداده بود، اون رو تنفیذ کرد. چرا؟ چون مردم رأی داده بودن، برای رأی مردم اعتبار قائل بود. فکر مبنایی امام این بود. خب این ایمان امام با ابعاد مختلفش در یه کلمات کوتاهی که عرض کردیم. و اما امید امام، امید در دل امام یک عنصر دائمی بود. امید موتور حرکت امام بزرگوار بود. این امید در رفتار امام، در گفتار امام به وضوح دیده می شود. در دهه 20 امام در اون نوشته معروف از قیام لله سخن می گوید، آیه ان تقوموا لله مثنا و فرادا را، اون نوشته ای که به خط خود امام امروز در کتابخانه مرحوم وزیری در یزد حفظ می شود. این مال دهه 20. در دهه 40 این قیام رو به طور عملی خودش انجام داد، وارد میدان قیام شد. در دهه 60 که دهه طوفان‌های مهیب نظامی و امنیتی و سیاسی بود، خم به ابرو نیاورد. از دهه 20 تا دهه 40 تا دهه 60 این رشته پایان نیافتنی امید، این سرچشمه جوشان امید در دل امام این تأثیرات رو گذاشت. خود امام بزرگوار در یک بیانی که در نوشته های ایشون ثبت شده و منتشر شده، ایشون میگوید که من در طول سالهای مبارزه تا پس از پیروزی هرگز دچار یأس نشدم و معتقد بودم که وقتی ملت چیزی رو بخواهد اون چیز حتما تحقق پیدا میکنه. این امید امام هم ناشی از ایمان او. وقتی شما ایمان روشنی به مبدأ حقیقی و به خدای متعال دارید، این شعله امید در دل شما روشن خواهد بود و خاموش نمی شود. امید و ایمان روی هم اثر می زارن. ایمان امید آفرین است. تحقق امیدها ایمان را افزایش میده. اینا رو هم تأثیر میگذارن. البته وقتی میگیم امید، امید رو با تصورات و خیالات فریبگر نباید اشتباه کرد. امید یعنی اون
حالتی که با حرکت همراه است، با تنبلی و سکون نمی سازه. کسی که امید دارد به اینکه به سرمنزل برسد راه می رود. اینی که کسی بنشینه و در عین حال امیدوار باشه که به منزل خواهد رسید، این نشدنی است. این فریبگری در تعبیر روایات و ادعیه به اقترار بالله تعبیر شده است که مذمت شده. این که انسان بدون حرکت، بدون تلاش آرزو بکنه که به یک مقصودی برسه، نه، تلاش لازمه. امام این امید رو داشت و تلاش میکرد. خب تا اینجا مربوطه به امام بزرگوار. این سه نکته اساسی رو در مورد امام عرض کردیم. حالا ما ایم و درس گرفتن از امام. امروز امام به ما چه توصیه‌ای می‌کنه؟ برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عظیم ایران، جوانان خوش‌روحیه و پرتلاش سراسر کشور، باید به توصیه امام گوش فرا داد. امام بزرگ است، سرآمد است، زنده است، با ما حرف دارد، با ما حرف میزند. ما هم راه طولانی در پیش داریم، ما هم کارهای بزرگی در پیش داریم، احتیاج به توصیه امام داریم. امام به ما چه توصیه‌ای می‌کنه؟ یقیناً بزرگترین توصیه امام ادامه راه اوست، نگهبانی از میراث اوست. این بزرگترین توصیه امام بزرگوار ماست. ما باید همون سه تحولی را که امام ایجاد کرد در داخل کشور، در سطح امت، در سطح جهان تعقیب کنیم، دنبال کنیم، حفظ کنیم. این هدف، دنبال کردن این هدف امروز البته اقتضائاتی داره که با اقتضائات زمان امام فرق میکنه، اینو میدانیم. مسلماً در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت و امثال این پیشرفت‌های علمی نمیشود با همون شیوه های 40 سال قبل، دوران تلفن‌های کذایی و ضبط صوت‌های کذایی، با اون ابزارها نمیشه امروز کار کرد. امروز ابزارها بایستی متناسب با زمان انتخاب بشه برای پیشرفت این هدف. این تردیدی در این نیست، ابزارها تغییر پیدا میکنه. اما اون چه تغییر پیدا نمی کند جبهه بندی هاست. جبهه بندی ها عوض نشده است، تغییر پیدا نکرده است و تغییر پیدا نخواهد کرد. هدف ها تغییر پیدا نمی کنه، جبهه بندی ها تغییر پیدا نمی کنه. جبهه دشمن، جبهه استکبار، جبهه زورگویی، جبهه صهیونیسم و قدرتمندان زورگو و متجاوز عالم امروز هم مثل دیروز در مقابل ملت ایران صف کشیدند. البته امروز تفاوتی که در این جبهه بندی ایجاد شده این است که ملت ایران قوی تر شده، اونا ضعیف تر شدن، ولی جبهه بندی همون جبهه بندی است.
اونچه که میتوانه مثل دره خطرناکی در مقابل حرکت ما بروز بکنه این است که ما این دشمنی رو فراموش کنیم، این جبهه مدی رو فراموش کنیم. هر وقت فراموش کردیم ضربه خوردیم. این تحول هایی که امام ایجاد کرد و امروز ملت ایران نیاز دارد، احتیاج دارد که اینها رو دنبال بکند. حیات او، قدرت او، عزت او، اصلاح کار ملت ایران وابسته به دنبال کردن این تحولات امامه. این تحول ها دشمنان سرسختی داره، دشمنان پربغض و کینه ای داره. در همه جای دنیا اون کسانی که در فکر تجاوز به ملت‌های و کشورهای دیگر هستند، هر کشوری رو که بتوانند به او تعرض کنند، تعرض بکنند، پایگاه می‌سازند، نفتشو می‌برند، مردمشو از به قتل عام می‌کنند، هر جنایتی بتوانند انجام می‌دن اونجایی که بتوانند. این وجود داره. خب اگر چنانچه در مقابل این حرکت ملت ایران بخواد حرکت کنه، احتیاج داره به چی؟ من عرض بکنم احتیاج دارد به همون نرم افزاری که امام در وجود خود داشت و به مردم توصیه میکرد، یعنی ایمان و امید. این رو هم توجه داشته باشند، به خصوص جوانهای ما. دشمنی استکبار با ملت ایران با عقب نشینی های موضعی از بین نمی رود. بعضی اشتباه می کنن، خیال می کنن ما در فلان قضیه عقب نشینی کنیم، این موجب می شود که دشمنی آمریکا یا دشمنی استکبار جهانی یا صهیونیستا با ما کمتر بشه. نه، این خطاست. در موارد متعددی عقب نشینی های ما موجب شد که اونها جلو آمدن، بیشتر متعرض شدن. در برخی از دولت های این چند دهه بودن کسانی که عقیدشون این بود باید در یه مواردی امتیاز بدیم به طرف مقابل، به جبهه مقابل امتیاز بدیم، یه مقدار عقب نشینی کنیم. در یکی از این دولت‌ها رئیس جمهور ما رو همون کشورهایی که ما در مقابل اونها عقب نشینی کرده بودیم، رئیس جمهور ما رو به دادگاه غیابی کشوندن. برای رئیس جمهور ایران کیفرخواست در دادگاه صادر کردن. در یکی از اون دولت‌ها که متأسفانه کمک هم به آمریکایی شده بود، ایران رو محور شرارت نامیدند. اینا به این عقب نشینی‌ها راضی نمیشن. اونچه اونا میخوان این است که ایران رو به دوران قبل از انقلاب برگردانند. ایران وابسته، ایران بی‌هویت، ایران چشم دوخته به دست این و آن. اونا اینه میخوان. اونا با این عقب نشینی ها قانع نمیشن. اشتباه نکنیم. اونچه که من عرض میکنم به ملت ایران، به شما جوانهای عزیز،
اینه. من میگم هر که ایران رو دوست داره، هر کی منافع ملی کشور رو دوست داره، هر کی بهبود اوضاع اقتصادی رو دوست داره، از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج میبره و میخواد اونو اصلاح کنه، هر کی به دنبال جایگاه ایران، جایگاه با عزت ایران در نظم جهانی پیش روست، هر کی این چیزها رو دوست داره باید برای ترویج ایمان و ترویج امید در ملت تلاش کنه. این وظیفه است، این وظیفه همه ماست. این همه حرف من با نخبگان، با هسته های انقلابی، با مجموعه های سیاسی، با همه آحاد مردم متحده، باید همه مون تلاش کنیم در این کشور ایمان و امید باید زنده بمانه. توصیه من تقویت ایمان و امیده و آماج دشمن هم همین ایمان و امیده. تلاش وسیع دشمنان که حالا یه چند جمله عرض خواهم کرد متوجه این است که ایمان و امید رو در مردم از بین ببره، ایمان مردم رو تضعیف کنه، شعله امید رو در دلهای مردم به خصوص جوانان خاموش کنه. ما توصیه میکنیم باید ایمان و امید رو تقویت کرد. دشمن تلاش میکنه ایمان و امید رو از بین ببره. حفظ استقلال ملی به ایمان و امیده، حفظ عزت ملی، حفظ منافع ملی، اینا با ایمان و امیده، اینا همه دشمن داره. حفظ منافع ملی ما دشمنان عنودی دارد، دشمنان لجوجی داره، هر کار از دستشون بر بیاد میکنند و تا امروز کردن. در این چند دهه دستگاه‌های عنود و لجوج استکبار و دستگاه‌های امنیتیشون و دستگاه‌های سیاسیشون و پشتیبانی مالیشون هر کار توانستن علیه ملت ایران انجام دادن. در موارد معدودی پیشرفتم کردن، در اغلب موارد هم به توفیق الهی مغلوب و منکوب ملت ایران شدن. آخرین، توجه کنید، همه توجه کنن، آخرین تلاش دشمن، البته تا حالا آخرین تلاش، تا حالا در آینده کارهایی خواهند داشت، آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. توجه کنید طراحی این اغتشاش های پاییز گذشته در اتاق های فکر غربی، کشورهای غربی انجام گرفت. طراحیش اونجا شد، طراحی جامعه هم انجام دادن.
طراحی در اتاقای فکر غربی، پشتیبانی مالی و رسانه‌ای و تسلیحاتی به وسیله دستگاه‌های امنیتی غربی پشتیبانی کردند، هم پشتیبانی مالی کردند، هم پشتیبانی تسلیحاتی کردند، هم پشتیبانی رسانه‌ای وسیع و گسترده انجام دادند. پادویش رو به وسیله تعدادی عناصر خائنی که پشت به وطن کرده بودن انجام دادن، عناصری که از پادویش رو عناصری کردن که به کشورشون خیانت کردن، از اینجا رفتن خارج، شدن مزدور و عامل سیاست‌های دشمن ایران، نه فقط دشمن اسلام و دشمن جمهوری اسلامی، دشمن ایران. یه دم پیاده نظام اینها بودن در داخل. این پیاده نظام ترکیبی از افراد مغرض، تعداد معدودی آدم‌های مغرض، تعداد بیشتری آدم‌های غافل و احساساتی و کم عمق و جمعی هم اراذل و اوباش، اینا هم پیاده نظام این اغتشاش بودن. از اتاقای فکر دشمنان در کشورهای غربی بگیرید تا اراذل و اوباش خیابان‌های تهران و بعضی شهرهای دیگه، این مجموعه این حرکت بود. فکر همه جاشو کرده بودن. رادیوها و تلویزیون‌های کشورهای خارجی بی ملاحظه بدون رودرواسی ساختن بمب دستی رو به مردم یاد می‌دادن. شعار تجزیه ایران رو در زبان‌های اینها قرار دادن. حرکت مسلحانه داخل خیابان‌ها رو ترویج کردن با سلاح‌های قاچاق. اراذل و اوباششون جوان دانشجو یا طلبه بسیجی یا عنصر انتظامی یا عنصر بسیجی رو توی خیابان جلوی چشم مردم با شکنجه به قتل رساندن و شهید کردن. توجه کنید تو عظمت ملت ایران و عظمت انگیزه و ایمانی که در ملت ایران هست بیشتر روشن بشه. در داخل اراذل و اوباش اینجور حرکت کردند، افراد مغرض اونجور شعار دادن، در خارج هم بعضی از سیاستمداران سطوح بالای دولتی با همین دشمنها عکس یادگاری گرفتن. اینا خیال میکردن کار تمام شده است. طراحی اونها جوری بود که فکر میکردن کار جمهوری اسلامی تمام شده، فکر میکردن ملت ایران رو میتوانن به خدمت بگیرن. احمقه ها بازم اشتباه کردن، بازم ملت رو نشناختن.
توجه کنید، البته ملت ایران، ملت ایران به اونها بی‌اعتنایی کرد، به فراخوان اونها اعتنایی نکرد. جوانهای متحد در خیابانها، در دانشگاهها توانستن کارهای بزرگی انجام بدن. بسیج دانشجویی، بسیج اقشار در داخل شهرهای کشور، مردم متحد و متدین وظایف خودشون رو انجام دادن، دشمن رو ناکام کردن، نقشه دشمن باطل شد. ولی این هشدار به همه داده شد که از کید دشمن غفلت نکنید، از کید دشمن غفلت نکنید. توجه کنید من عرایزم رو تمام کنم. دشمن سعیش این است که جوان ایرانی را ناامید کنه. خب مشکلاتی در کشور وجود داره، این مشکلات رو مرتب به رخ جوان ایرانی میکشن. مشکل معیشتی هست، مشکل گرانی هست، مشکل تورم هست، این مشکلات وجود داره. دشمن سعی میکنه این مشکلات رو که همه این مشکلات قابل رفعه و انشالله رفع خواهد شد به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، سعی میکنه این مشکلات رو ابزاری کنه برای خاموش کردن نور و امید در دل جوانها، در حال که اینها عوارض قابل رفعی هستند. مشکلات نباید امید رو تضعیف کنه. ما اگر مشکلات رو مشاهده میکنیم، باید انگیزمون تقویت بشود برای پیدا کردن راه‌های رفع مشکل و کمک به اونهایی که در میدان در مقابل این مشکلات ایستادن و برای رفع اونها دارن تلاش میکنن. ما مشکلاتی داریم البته، اما در مقابل اون حوادثی داریم، پدیده‌هایی داریم که همه امید آفرین است. من به جوانهای عزیزمون عرض میکنم، دشمن نمیخواد بگذاره که ما این پدیده های امید آفرین رو ببینیم. پدیده های امید آفرین به مراتب بیشتر از مشکلاته. پیشرفت های کشور در عرصه علم، در عرصه فناوری، در ایجاد زیر ساخت های صنعتی و کشاورزی، در ایجاد ساختارهای بسیار مهم حمل و نقل، پیشرفت‌هایی که کشور در تربیت نیروی انسانی، در کشاندن فعالیت‌های عمرانی به نقاط دوردست و محروم کشور، اینا داره انجام می‌گیره الان. در سیاست بین‌المللی، در اعتلاء عزت ملی، در اقتدار نظامی و دفاعی کشور، اینا حقایق امیزاست. دشمن میخواد این حقایق رو ما فراموش کنیم، از یادمون ببریم، جوان ما از اینها مطلع نشه. اینا از آینده روشنی این واقعیت ها خبر میده. وقتی شما راجع به امید صحبت میکنید، بعضی دوست دارن در این امیدواری شما خدشه کنن.
با ذکر همین مشکلات خدشه کنن، در حالی که میگن آقا اگر شما از امید صحبت کنید میگن آقا شما از واقعیت‌ها خبر ندارید. چطور ممکنه از واقعیت‌ها کسی خبر نداشته باشه؟ واقعیت که اونا میگن همین واقعیت‌های اقتصادی است، همین مشکلات معیشتی است، اینا رو همه خبر دارن، همه از این رنج می‌برن، در این شکی نیست. بعضی برای این که امید رو در دلها بکشند اشاره می‌کنن به این که در لایه‌های اجتماعی کسانی هستن که دغدغه دین و ایمان و انقلاب ندارن. خب بله، مخصوص امروز نیست، دهه 60 هم که جبهه ها اونجور مملو و سرشار از جوانهای مؤمن بود، یه عده‌ای در شهرهای بزرگ در تهران بی خیال بی اعتنا راه می رفتن، نه فقط احساس مسئولیت نمی کردن، مسئولین رو مسخره هم می کردن. شما نگاه کنید شهر حال شهدا رو، رزمنده ها رو، اینا وقتی که می آمدن توی شهرهای بزرگ، به خصوص شهرهای بزرگ، احساس دلتنگی می کردن، به خاطر همین پدیده بود. دهه 60، دهه اول انقلاب، از این حوادث وجود داشت، این جای تعجب نداره. امروز هم البته بعضی هستن کسانی که نه به انقلاب، نه به اسلام، نه به تعهد ایرانی حتی پایبند نیستن. بله، اما ملت ایران اینا نیستن. در زمان خود رسول اکرم هم یه عده‌ای عاشق شهادت بودن، مشتاق جهاد بودن، اگر امکان رفتن به جبهه نداشتن گریه می کردن. یه عده‌ای هم در مدینه بودن و مردو علی النفاق، اینم قرآن میگه درباره اونها مردو علی النفاق. یه جا دیگه لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، تو خود مدینه پیغمبر کسانی بودن که قرآن از اونها به مرجفون تعبیر میکنه، شایعه پراکنان، ترس پراکنان، تردید پراکنان، شبه پراکنان. زمان پیغمبر، تازه زمان پیغمبر نه اینترنت بود، نه شبکه‌های اجتماعی بودن، نه همه تلویزیون بود. امروز با وجود همه این دستگاه‌ها شما نگاه کنید ببینید جوان ایرانی چه عظمتی از خود نشان میده. ما امروز در سرتاسر کشور هزاران هسته مقاومت در مساجد، در هیئت‌ها داریم. از این هسته‌های مقاومت جوان‌هایی برمی‌خیزند به عنوان مدافع حرم، جوان‌هایی برمی‌خیزند به عنوان مدافع امنیت، جوان‌هایی برمی‌خیزند به عنوان بسیجی دانشجو. نقطه امید آفرین اینه که در این تلاش همه جانبه دشمن، شما میبینید در چنین شرایطی که دشمن شمشیر رو از رو بسته، دانشجوی انقلابی در فلان دانشگاه فحش ناموسی میشنوه از میدان خارج نمیشه، طلبه بسیجی زیر شکنجه به شهادت میرسه، حاضر نیست حرفی رو که دشمن میخواد بر زبان جاری کنه.
مجاهدان فداکار، مدافعان حرم، فعالان سخت کوش جهاد تبیین، گروه‌های کمک مؤمنانه، اردوهای جهادی، اینا همه جوانهای این کشورن. با وجود اینترنت، با وجود شبکه‌های اجتماعی، با وجود این همه لغزشگاه‌ها، جوانهای ما در این راه دارن حرکت میکنن. گاهی اوقات شما ببینید از یک روستا یک شخصیت منور و نورانی به وجود برمیخیزه، از یک روستای اطراف شهریار یه جوان فداکار و نورانی مثل مصطفی صدرزاده به وجود میاد. ما از این مصطفی صدرزاده در تمام سرتاسر کشور بسیار داریم، هزاران داریم. اینا همه امید بخش است. ما همه وظیفه داریم، نخبگان وظیفه دارن، حصه های انقلابی وظیفه دارن، فعالان دانشگاهی، فعالان حوزوی، صاحبان جایگاه های اجتماعی، به ویژه کسانی که حرف اونها به گوش مردم میرسه، مردم حرف اونها رو میشنون، اینها وظیفه دارن. وظیفه این است که ایمانها رو تقویت کنن، امیدها رو تقویت کنن، شبه ها رو برطرف کنن، شیوه های دشمن در شبه آفرینی و یأس آفرینی رو خونسا کنن. و من به شما عرض بکنم یکی از این شیوه ها بدبین کردن جوانان به مسئولان کشور، به حرکت کشور، به حرکت سیاسی کشور، به حرکت اقتصادی کشور، بدبین کردن افراد به یک دیگره. این از شیوه های دشمنه، با این مقابله کنید. یکی از شیوه های دشمن هم بدبین کردن به انتخابات، که من درباره انتخابات آخر سال انشاءالله اگر زنده بودم و توفیق داشتم بعدن عرایزی خواهم کرد. اینجا همین اندازه بگم این انتخابات بسیار مهمی است و دشمن از همین حالا توپخانه های خودش رو به طرف این انتخابات روشن کرده، مشغول بمباران انتخاباتی است که هنوز 9 ماه حداقل فاصله داریم تا اون انتخابات. باید انشاءالله ملت ایران، جوانان عزیز، این بیداری را، این هوشیاری را، این انگیزه را، این ایمان و امید را روز به روز افزایش بدن، دشمن رو ناکام کنن. پروردگارا به محمد آل محمد رحمت خود، برکت خود، هدایت خود و پیروزی کامل را به این ملت عنایت بفرما. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار را با پیغمبر محشور کن. پروردگارا ما را جزو سربازان امام زمان قرار بده. پروردگارا قلب مقدس اون بزرگوار را از ما راضی کن. دعای امام زمان را شامل حال ما، به خصوص شامل حال جوانان ما قرار بده. پروردگارا به محمد آل محمد مشکلات کشور را به دست عزم و اراده و همت مسئولان برطرف بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.